ریک برداری هایی که سحرگاه به گونه غیر قانونی این گونه صورت می گیرد. موضوعی که تداومش با نگرانی اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی به همراه شده است. متاسفانه رگبرداری از نقاط بسیار کلیدی و نقاط حساس هرات صورت میگیره، مثلا از بین پل پشتو پل مالان که باعث تخریب زیربناهای پل شده و همچنان از شمال شهر هرات از جایی که در نزدیک جاده یا شارع قرار داره و دقیقا در نقاط از نقاط آسیب پذیر بیشتر رگبرداری صورت میگیره. در قسمت مناطقی که در خطر قرار داره و همیشه رگبرداری باعث زیان‌های بسیار زیادی به زیربناها شده. ادامه این روند خودسرانه افزون بر اعضای این شبکه، نگرانی مسئولان محیط زیست را نیز به دنبال داشته. آنان که از دست داشتن افراد پرنفوذ در پشت رگبرداری‌های غیرقانونی سخن زده، ادامه این روند را به زیان محیط زیست هرات عنوان می‌کنند. دیوازی هستند که زور مرده همو متخلفینی محیط زیستی و چی از مادن و چی غیر قانونی کارا میکنه، اینا پشتیبانیش میکنه. ما چند دفعه نظارت در اکادیم رفتیم و مساحه کارمنده و تیم صاحبی ما رفتم و مساحه و چند ساحه انتخاب کردیم که از این ساحه باید رگبرداری شو و از ساحه باید در قانونی محیط زیست و مادن و فیتولین که از ریاست اینا ممنوع اعلان کرده که ممنوع است رگبرداری از بعضی ساحه، ولی عالم جریان داره. به باور مسئولان اداره محیط زیست، این رگبرداری ها نه تنها خاک حاصلخیز را از بین میبرد، بلکه با تغییر در عرض و طول رودخانه و همچنین مسیر آب دریاچه موجب شکل‌گیری سیلاب های موسمی بر سر راه رودخانه میگردد. افزون بر این، اعضای حفظ و مراقبت اداره دریایی هریرود مرغاب با اشاره به مناطقی مانند پشتون پل و کمرکلاق میگویند در هرات رگبرداری های مکرر و غیر اصولی از یک سو و کمکاری نهادهای زیرآب همانند ریاست معادن و پترولیم سبب شده تا خسارت های میلیونی بر زیرساخت های این ولایت وارد شود. سایه پل پشرو متاسفانه ما اینجا چندین تا سربند کانالار ما به برابرداری سپارده، ولی نظر به رگبرداری های خودسر امروز میبینیم که اونا حالت خطرناک قرار داره و اگر ایالت جریان پیدا کنه امکان تخریب سرابندا حتی پایه های قسمت از خود پشتون پل امکان زیر داره که در آینده آسیب جدی بزنه. اما در مقابل این گفته ها ضیاءالحق پوپل رئیس اداره معادن و پترولیم هرات برای دفاع از عملکرد خود با آنکه رگبرداری های خودسرانه را میپذیرد، اما میگوید در ماهای اخیر بیش از 100 مورد راننده خاطی را به دلیل اعمال خودسرانه از جمله رگبرداری به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند. تمام موضوعات ما جلوگیری میکنیم، هیچ کسی توسط بیل، توسط موتر، توسط هیچ چیز اجازه نداره دیگه از داخل رود رگبرداری بکنه. ما و افراد اشخاص به جاهای مسئولی که از طرف اداره محیط زیست اجازه داده شده اونا به سواد انتقال میدیم که تعداد زیادشون انتقال داده شده و این کار جریان داره. به گفته مسئولان این اداره، کارمندان معادن و پترولیم توانستند 60% از افراد خاطی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند و مابقی کماکان دست به رگبرداری میزنند. در کنار این مسئله، چالش دیگری که این رگبرداری ها به بار می آورد وارد شدن صدمه به کشاورزان و زمین های زراعتی در اطراف رودخانه است که با بروز سیلاب های موسمی تمام محصولات کشاورزان از دست می رود.